برنامه املاک با متین نظیر. معلومات خرید و فروش منازل و اماکن تجارتی چهارشنبه شبها ساعت 7 شام از تلویزیون افغان نوب. سلام و ویژه خدمت یکایک بینندگان بسیار خوب تلویزیون افغان نوبال، مصطفی سامی هستم. در این هفته باز با معرفی یک برنامه جدید املاک یا The Real Estate Show with متین نظیر در خدمت شما و مهمان خانه های شما هستیم. متین جان نظیر امروز با خود دارم که از مدت هاست بالای یک برنامه املاک تلویزیونی کار میکنه که خوشبختانه سر بعد از هفته بعدی شما هفتوار با مطالب بسیار جالب درباره املاک و خرید و فروش از متین جان خود شنیدین. بیاین که با متین نظیر بیشتر آشنا شیم، با کارکردهایشان، با تجارب کاریشان، با طرز زندگیشان و چطور ریال استیت انتخاب کردن و هدف اصلیشان از ترتیب از این برنامه هفتوار املاک چی است. متین جان بسیار خوش آمدید به استودیو. تشکر، زنده باشین. چی حال احوال دارین؟ تشکر مصطفی جان، تشکر، زنده باشین. شما رو خدا پاک خیر بده. تشکر قربونتان. از چیزایی که در لابلا ما خودم تشریح دارم که در این برنامه چی چیزا رو ما در بر داریم، فقط از شما میشنویم که کم بیش درباره خودتان بگوین که از تجربه کاریتان، از کجای ولایت افغانستان هستین، چقدر وقت میشه به کانادا هستین. تشکر جان مصطفی جان. قند اسم ما متین نظیر است و ما در کابل افغانستان تولد شدیم. دیگه به سن بسیار خورده، تقریبا 35 سال میشه که در کانادا هستیم و مدت 10 سال هم بیشتر میشه که می کار املاکی ریل استیت بر کانادا کار میکنیم، مصروف هستیم. بله. خب بسیار خوب متین جان، بعد روی ازی که در ریل استیت یا املاک کار میکنین دیگه مصروفیت کاری هم دارین یا فکر میکنم که یکی از مصروفترین کار همی باشه؟ بله نه مصطفی جان، اقن مهم از می کار ریل استیت جخ بسیار دیگه بسیار زیاد چیزای دگام که بر هم یک جاست کت کار ریل استیت دیگه همی کار ریل استیت مگم فول تایم کار ماست. بله که باز تقریبا 3-4 شقه دیگه داره که از نگاه پری کنستراکشن است و فرست تایم هوم بایر است و انوستمنت است و دیگه چیز هاست و یه ذره مصرفت ها زیاد. تشکر. خب خب بسیار خب. متین جان چی باعث شده که اصلا انتخاب امی وظیفه یا ریال استیت یا مشاور املاک شما انتخاب کنین؟ حتما یک وجه خو بوده در ذهنتان کیره؟ بله مصطفی جان، از طول مدت بسیار یک نوجوانی دیگه سن 20-22 سالگی بود که می شوق ذوق بسیار می خانه جور کردن و همی خود خانه به هند اندازه بوده پیش ما. دیگه یک چیز شد که اما تا یک 3-4 سال بعد که یکان خانه را می گرفتیم می فروختیم یا جور که می کردیم، باز همی دوستان فامیلا همه گفتن که اونه قدر شوق ذوق می خانه که در پیش خودت از گفت چرا در می کار می کسب می کار نمیری خودت کار نمی کنی. بله. باز بینم تا آستاستا امو نصیب قسمت بود، بازم ریل استیت مورگیج گرفتیم. بعد از 5 سال بعد کار مورگیج که پیش بردیم باز کادر ریل استیت گرفتیم. خب بسیار خب. یعنی شما در هر دو شق ریل استیت یا املاک و مورگیج تجربه خوب برخورد؟ بله بله. خب بله. بسیار خب. متین جان چی گفته میدانین که کی میتونه یک مشاور بسیار خوب املاک باشه؟ چی کیفیت یا کوالیتی در کارش و در تجربه کاریش و در زندگیش باشه؟ کوالیتی یک ایجنت، یک از نگاه ریل استیت ایجنت یا املاک میگیم ما، نفر باشه که اولترین چیز که به حد اندازه مهم است همی یک اکسپیرینس داشته باشه که در هر شق ریل استیت اینا باید اصلا آگاه باشن. بله. از نگاه یکی خامی قاضی است که لایر میگیم یا هوم انسپکتر است یا مورگیج بروکر است یا کانترکتر است، یعنی باید از کار ریل استیت ایجنت یک چیز است که در هر شق باید است اینا به اصطلاح آگاه باشن و یک تجربه داشته باشن که به اصطلاح می کاره که پیش میبرین، یعنی کار ایجنت نیست که تنها از یک ایجنت کار خود بفهمه، از هر کار باید از اینا آگاه باشن. بله بله. یا در ذهن بسیار مردمی است که وقتی میگن ریال استیت ایجنت میگه فقط یک کس را باید انتخاب کنی که برای این خانه مرا یا بفروشه یا برای یک خانه بخره. بله بله. از بسیار چیزایش بعضی کسا که حداقل خرید و فروش خانه را یک بار دو بار تجربه نکردن، بله، برای خود حداقل از اموش هم آگاه نیستن که مثلا بله. چی در ریال استیت چی جای گنجانیده شده برای لوزی که یک تنها بخر رو یا بفروش. بله اینا لگینا باید یگانه چیز است مصطفی جان، هر شخص انسان خودش باید از سر میکار
املاکی و یا خرید فروش خانه اینا باید از کار بکنن و اونم کار خودشان آسان پیش میره. بله. بهونه ایمان نمیته که انسان یک ریل استیت ایجنت میگیره و دیگه کل کارهای دیگه اش باید از ریل استیت ایجنت پیش میبره. بله. این کار بیخی غلط است. بله. یک کسی که به اصطلاح خانه میخره 4-5 نفر به اصطلاح دیگه در این کار دخیل میباشه. بله. خصوصا یکی لایر است، یکی به اصطلاح مورگیج بروکر کسی که به اصطلاح مورگیج خانه اش اینا رو میگیره، یکی دیگه هم هوم انسپکتور است. بله. که به هر اندازه مهم است و بعد از اون یگان در داخل خود خانه که کار میداشته باشه، یک آدم به اصطلاح کسپیس که کانترکتور میباشه که باید ضرورت خانه دیگه که همین چیزایی که به اصطلاح داره. بله. جور کردن است یا به اصطلاح نظم کردن داخلش است، باید از کد از اون باید از اینو همکاری کنن، یعنی باید از کل چیزا اینو آگاه باشن، خبر باشن. بسیاری دوستان ما یگانه کاری که نامه کردن مصطفی جان میگن که مین ریل استیت ایجنت باید از کدامم کل کارهای ما را پیش ببره. بله. این کار غلط است. بسیار خوب. این خیلی مشوره عالی است و ما امیدوار هستم که شما بالای از یک بخیر یکی از برنامه یا از اپیزودهایتان نمی باشه که غلطی. بله. اشتباه زیاد سر میزنه بختر که ناگاهانه میشه یک نفر که با خبر نیست یا یک کس پیش یک ایجنت میره میگه من میخوام خانه ما بفروشم، میخوام او به خاطر کم کل کار دم دفتن از پیش بگیره میگه از طرف ما دیگه اوکی شد و خلاص. بله. باز در لابلا بسیار جور میبینه و بسیار میگه این بر ما مربوط نمیشه و باید اینه تو کار کنی. این بسیار خوب است که اگر شما این را اطلاع دهی بکنین، اطلاع رسانی بکنین، کسایی که این برنامه شما را تعقیب میکنن من متوقن استم که از این خیلی بهرمند میشن. مصطفی جان قن از نگاه امی پلان امی پروگرام هم که بود میخواستیم که برای دوستان عزیز خود، به برادران خود، برای فامیلای خود، به همگی امی انفورمیشن های چیزایی که به صلاح در پیش ماست، ما میخواهیم که نمیره همه دوستای عزیز ما باید از بیاموزن و بفهمن و خبر داشته باشن و که ای کسی که خانه داره میتونه که به صلاح چه قسم خانه خود بهتر بسازه و کسی که اگه خانه نداره چه قسم میتونه خود یک صاحب خانه بسازه و یک کسی که به صلاح میخواهی که از نگاه انوست کنه که اگه به صلاح که خانه هم داره شکر یا میتونه که یک چند جای زمین یا خانه یا بزنس دیگه هم که اگه داشته باشه میتونه که به صلاح این انفورمیشن هایی که به صلاح ما بخیر در می فیوچر در که پیش ما هم که دوستانه که ما هم کاری میکنن با زمین انفورمیشن هایی هستن که به صلاح از هر نگاه میتونه که این انفورمیشن هایی بگیرن. بله. از نگاه به صلاح لایر است پیشتر که عرض کردیم یا میار مردم های کسانه که دنمی کارا مثلا همجایی یا ارتباط دارن. ارتباط دارن، ارتباط کاری دارن. بله. بله. خب بسیار خوب. دوستان نهایت ارجمند قسمی که متین نظیر تشریح داد، هدف از این برنامه همی است که تمام راز بگویم یا تمام چیزهای خرد کوچکی که در فروش و خرید املاک چی تجارتی باشه چی شخصی باشه نهفته است، پروسه های مختلفی که در وجود داره متین جان رو هفتوار بالای هر هفته یک عنوان یکی از عناوین انتخاب میکنه و بالای اون عنوان یا بالای اون کار مشخص املاک بالایش صحبت میکنه. مشخصات برنامه را انشاءالله از طریق خود اسکرین میبینین، یک ایمیل آدرس به اوجه میباشه، یک شماره تلفن شما میتونین که به استودیو تماس بگیرین یا مستقیم با خود متین نظیر تماس بگیرین که سوالایی که در ذهن شما میباشه و در لابلای برنامه سر از او صحبت نمیشه و متین جان میشه که هر هفته در جریان هفته سوالای شما را پیش خود بگیره و جوابایش را در هفته بعدی برای 15 دقیقه جوابای سوالای هفته گذشته را بر شما ارائه بکنه. پس بیاین که از متین نظیر بپرسیم که هدف اصلیشان از ترتیب یک برنامه املاک طور زنده از یک تلویزیون که خیلی کار دشوار است، خیلی کمیتمنت بالا کار داره که برای روزی که خودشان قدر مصروف هستند چطور باز هم میتونن که تیگ وقت بیاین ثبت بکنن و از وقت گرانبها های بختر که شوخی میکنن میگن که در کسایی که ریال استیت کار میکنن هر لحظهشان هر ساعتشان پول است. پس از متین جان بپرسیم که هدف اصلی از ترتیب از برنامه چی است؟ مصطفی جان قن هدف اصلیش اول ایست که میتونیم بخیر که همی انفورمیشن های همی چیزهایی که به صلاح در پیش ماست میخواهیم که نمیره به دوستان عزیز خود در هر جایی که هستن در داخل کانادا، در داخل شهر تورنتو یا در بیرون یا کسانی که به صلاح نه تنها در داخل ای شهر در تورنتو میخرن بفروشن، در هر جای باید از این معلومات ها را باید داشته باشن. بله. باید از بفهمن که یعنی به صلاح یک خانه خریدن چه قسم یک ریسپانسیبلیتی داره،
چه قسم به اصطلاح به کدام را ما میتونیم که خانه را بخریم یا بفروشیم. و بسیاری وقت یکی دیگه هم است مصطفی جان اقن که دوستان ما کسانی که به اصطلاح خانه دارن هیچ نمیفهمن که ما در زمستان خانه خود چی کنیم یا برای بهار یا به اصطلاح می قیمت خانه ما آل چند است یا به سال چی میشه و بعد از او از این چارد و بغل می خود به اصطلاح شار خود آگاه نیستن که می شار که مثلا ما زندگی میکنیم یا به اصطلاح می کمپانی هایی که هست دکان هایی که هست مردمان که هست چه قسم با چقدر چند وقت تابلویی میشه بله. یعنی انفورمیشن هایی است که به اصطلاح انسانی که خانه می داشته باشه یک پاننگه است که تمام عمر چیز زندگانیشان است برای خودشان و برای فامیلشان باید اینا آگاه باشن که ما خانه ما به اصطلاح چی بله به اصطلاح ما آدمی خانه خود به اصطلاح ما چقدر نقص میکنیم چقدر فایده میکنیم چند سال ما داشتیم ما مهم میدونیم که به اصطلاح چه قسم همکاری کنیم که این خانه خود بهتر بسازیم یا بله. میتونیم که چه قسم خانه به اصطلاح نگاه ایون کانترکتر و مردمای دیگه هم هستن چه قسم که از اینا ما همکاری کنیم بله اینال مصطفی جان اقن به خیر پلان نمیست که نه تنها من خودم از نگاه یک ایجنت بسیار مردمایی که باز قدم ها یک جای اینا کار میکنن اگه دوستان هر وقت دوستان عزیز ما که به اصطلاح انفورمیشن میخواین نمره تلفن ما هستن در پیشان برایشان بخیر میتیم و ایمیل آدرس هست که میتونن نه تنها برای ما همکاری بکنن هم بر دیگه ریل استیت ایجنت هایی که به اصطلاح قدم ها کار میکنن و بعد از او به اصطلاح قاضی هایی که هست یعنی هوم انسپکتر هایی که هستن سوال جواب باید میتونن که از اونا بکنن نه تنها از ما بهتر که ما همکاری میکنن بخیر این پروگرامه که گرفتیم میخواهیم که انشالله و تعالی دوستان ما نه تنها از نگاه کار املاکی ریل استیت به اصطلاح سوال جواب دارن که آگاه باشن بفهمن و از نگاه قانون هم است بله. که از نگاه قانونی خانه است و از نگاه کال پولیش است و از نگاه ساختمانیش است بله. و در حد بسیار دیگه چندین چیزهای دیگه است باز بخیر در میشو هر هفته ما یک همکار خودم با خود می داشته باشیم که از پیشتر براتون عرض کردم که اونها هم باز کل زنا در بخشای خود و به اصطلاح they're professionals and experts که بخیر میتونن که هر سوال جوابی که دوستای ما میداشته باشن میتونن که ازشان سوال جواب بکنن بسیار خوب خب قسمی که متین جان نظیر تذکر دادن که اینا برنامه را هفته وار پیش میبرن و کوشش میکنن که در هر هفته یک مهمان به استودیو دعوت بکنن که او مهمان مشخصا کارشان امو بخشی که امو روز بالایش صحبت میکنن در امو بخش باشه تخصصشان یا اگر مارگیج باشه یا هوم انسپکتر باشه یا بلدر باشه یا دیولپر باشه یا امثال هم چیزایی که دیگه در لابلای خود شق ریال استیت یا املاک نفت است از او بر شما معلومات بتن ما فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه های خود بود که در تلویزیون افغان نوبل نشر میشه به اینکه یک برنامه غیر انتفاعی است هیچ تجارتی نیست و ما تشکری میکنم از متین جان از امو حسه که برای کمیونیتی خود یا به امو افغانایی که در کشورهای مختلف زندگی میکنن به خاصتا در شهر تورنتو که یک ضرورت بسیار مبرم است و در این شب روز میبینین که مارکت ریال استیت یا املاک به اندازه داغ است که هر کس میخواد که خانه بخره و کسایی که خانه خود بسیار قدیمی خریدن و با بسیار پول کم حالا میخواین که به فروش برسانن ما باز هم از شما تشکری میکنم از حسن نیتتان از این تشکر مصطفی جان از شما تانستین یا همینطور یک برنامه را سر دست بگیرین دو چیز با کدام کمپانی زیادتر کار کردین با کدام کمپانی آرام تا جایی که من یک نشانه بالای سینه تان میبینم تا طرف قلبم را موندین که ریمکس است بله یا مصطفی جان قند از حدود بیشتر از 10 سال ما که در کار ریل استیت املاکی هستیم بسیاری وقت میشه در کار در کمپانی ریمکس هستیم بسیار خوب چرا که کمپانی ریمکس بسیار کمپانی کلان پروفشنال از تمام بسیار انترنشنال یک کمپانی است و بسیار کمپانی مجهز است یک کار است که مصطفی جان قند که انسان که اگه میخواهیم کار فول تایم است که بسیار سیریس کردش باشه و این کار را میخواه پیش ببره یه هفت باید از ما شما سیریس به امتای کمپانی باز باشیم دیگه از اون خاطر بسیار دیر هستیم کمپانی ریمکس هستیم خب بسیار خوب و متین جان پیشتر گفتین که تقریبا 35 سال میشه به کانادا هستین و تا بله. جایی که من احساس میکنم سنتان شاید که اوقدر بالا نباشه بله. شاید که در خانه 40 یا 40 چند ساله باشین بله. صحبت دریر لهجه را از دست ندادین نام خدا
والا مصطفی جان اخن مثل خودت واره خود پروفشنال نیستم مگم بازم yeah. کوشش خود کردم زبان مدریس باید انسان یکی مدین مذهب خود و زبان خود در هر جای دنیا که باشه باید از کوشش کنه که بر خود داشته باشه. بسیار خوب. خب این هم یک موفقیت است و این که شما پشت فرهنگ و کلتور افغانی و پشت مسائل مذهبی را یاد کردین که هستین. بله. خداوند شما را دوام توفیق بده که از این بیشتر کار بکنین، در کارهایتان موفق باشین. زنده باشین. تشکر. ما باز هم تذکر میتم در باره برنامه The Real State Show with Matien Nazier که بعد از هفته بعدی بخیر روزای چهارشنبه برنامه را شما طور زنده از طریق تلویزیون افغان نوبل ساعت 7 شام تماشا میکنین و تکرار برنامه روزای شنبه شام شنبه ساعت 8 باز هم تکرار برنامه میباشه که شما از این برنامه در هفته دو بار از هر بخشش مستفید میشین. و تا از این که برنامه متین جان خودش آغاز میکنه، من هم برش بنابرای خود از طریق همکارای خود به نمایندگی همکارای خود و ازشان تشکری میکنم، از اوست نیتشان و برشان مبارک باد میگم که شوی ریال استیت یا در ریال استیت شو بود متین نظیر ترتیب دادین و من باز هم بر شما و بر تمام همکارایتان که در این برنامه بخیر در برنامه میمان میشن پیشا پیش تبریک میگم. زنده باشین. تشکر یک جان مصطفی جان اخن. دیگه از ما هم کوشش خود میکنیم انشالله تعالی که به نگاه پروگرام و مبیترین و تابترین و به آسانترین انفرمیشن ها را به تمام دوستای خود بخیر بخش کنیم اطمان. تا که بخیر انشالله اینا امو هر انفرمیشن و هر سوال جواب که دارن انشالله تعالی به کوشش خود میکنیم که برشان برسونیم و بخیر آگاه شون در امی پروگرام زمی به صلاح زمی ریزن می خودم پروگرام ما اینمیست که به صلاح می خواهیم که می دوستان عزیز ما هر جایی که هستن باید از آگاه باشن از نگاه کار املاک و خرید فروش به صلاح خانه و بیلدنگ و اپارتمنت و بزنس این چیزا. بله. دیگه انشالله و تعالی من فکر می کنم که داخلهای پروگرام به صلاح هر کسی که به صلاح علاقه دارن یا می خواهن انفرمیشن یعنی گفتیم که با امو خوبترین ریزن شوی واجش بخیر انشالله تا برشان بخش کنیم. حتما حتما. خب اگر کدام گفتنی دیگه نباشه برنامه خدا در میجا به اختتام میرسون. فکر میکنم که چیزایی که ما بالاش زیاد تاکید داشتیم که اصلا از شناخت خود شما باشه و از مطلبی که از این برنامه را شما تنظیم میکنیم فکر بله. میکنم که امو فشردهش را گرفتیم. بله. اگر شما کدام پیام نداشته باشین نگه موفقیت شما را آرزو دارم و تا هفته بعدی روز چهارشنبه ساعت 7 شام بخیر اولین برنامه تان را نشر میکنیم. بخیر. با دیگه آستاستا در نگاه دیگه پروگراما و دیگه چیز برنامه‌ای که بخیر باز من با دوستا بخیر صحبت میکنیم و میشن که دیگه دوستان باید از اونا یک سوال جواب دارن میتونن که باز بخیر بسیار با آسانی باز نگاه ایمیل و تلفن که ما بخیر همکاری کنن. بسیار خوب. خب دوستان نهایت ارجمند در پایین صفحه شماره تلفن متین جان و ایمیل آدرسشان تماشا میکنین. تا هفته بعدی اگر سوال در ذهن شما هست میتونین با خودش تماس بگیرین که سوالای شما را مطرح بکنه و در هفته آینده در اولین برنامه خود که رسما آغاز میکنه درباره زو بر شما صحبت بکنه و یا انفرادی میتونه از طریق تلفنم بر شما کمکشان برسه و فقط با یک تلفن یا یک نوشتن ایمیل شما میتونید در زودترین فرصت جواب شما را از طریق متین نظیر یا از دفترشان حاصل بکنین و تا هفته بعدی یک و یک شما را به علای بی‌نیاز بسپارم. خدا حافظ و ناصرتان باد. برنامه املاک با متین نظیر، معلومات خرید و فروش منازل و اماکن تجارتی، چهارشنبه شب ها ساعت 7 شام از تلویزیون افغان نوبل.